ارزم به حضورت که اینکه گفتم حواشی همین بود که شما هم اشاره کردید، اون گزارش تلویزیون سوئد بود، من هم اینجا تقلا کردم و نگاه کردم اون گزارش رو و شدیدم و دیدم. اما این نکته ای که اون داستان حواشی میگم به خاطر اینکه مقارن شده با این آزادی اسدالله اسدی و بعد تو همون گزارش هم اسم ولی از این سوئدی که خب همه ما فکر میکردیم همیشه از این ایرانی های دو تابعیتی وجود دارن که زندانی دولت این نظام فاسد هستن، دولت که نمیشه اسمی گذاشت، اما بعدم به خانوادهشون فشار میارن که هیچی نگید و اگه بگید بدتر میشه و در نتیجه تا اون لحظه آخرم خانواده ها بیچاره چیزی نمیگن، شاید با امید اینکه فرجی حاصل بشه و زندانیش آزاد بشه. ولی تو این گزارش یهو اعلام کرد که یه سوئدیه در حقیقت که گرفتار این رژیم. حالا با توجه اول بگید نظرتون راجع به این آزادی اسدی چیه، بعدم این همین احتمال معاوضه نوری با توجه به این سوئدیه چیه؟ ببینید، اول از اون که پرونده اسدی و مبادله صورت گرفته در ارتباط با پرونده اسدی کاملا متفاوت از این پرونده است. اونا عرض میکنم خدمتون. اولا برای ما این موضوع تازگی نداره. خب سال گذشته ما اطلاع داشتیم، در ماه آوریل ایشون که دستگیر شدن ما اطلاع داشتیم و بعدم دوباره دولت سوئد اعلام کرد که کسایی که سوئدی ها به ایران نرن. ولی یه موضوعی رو من خدمتتون عرض کنم، البته قبل از اینا دو تا جوان سوئدی دستگیر شده بودن به اتهام مواد مخدر که یا داشتن قرص های ترامادول و میدونید که در فرودگاه می‌خواستن بیان تو ساکشون گذاشتن و پرونده سازی کردن و به زندان هم محکوم شدن و همچنین رو بودن حبیب اوسیود و بعدش هم که میدونید خب اعدامش هم کردن، ایشون هم شهروند سوئدی بود و همچنین آقای احمدرضا جلالی رو هم دارن که همون سال گذشته تهدید به قتل رو کردن. منتها موضوع این شهروند سوئدی مسئله متفاوت و مهمیه. اینو خدمتتون عرض کنم برای اینکه خب من از ماه آوریل گذشته در جریان این بودم، اگرچه نمیشناختیم ایشون رو و هنوزم اسمش مشخص نشده، ولی میدونستیم که یک شهروند سوئدی هست و از میزان اهمیت بیشتری هم برخورداره. حالا اسم ایشون مطرح نشده، نه به دلیل گفته میشه به خواست خانواده است. منتهای مطرح باعث این خدمتتون عرض کنم که ایشون به زبان فرهنگ و ادبیات ایران آشناست. اینکه چرا حالا به ایران رفته در اون شرایط و میگن سابقه همکاری با سازمان های بین المللی رو داره، ما نمیدونیم با کدوم سازمان، نمیدونیم داستان چیه، ولی در واقع میتونه حتی با ماموریت خاصی به ایران رفته باشن، یعنی کار خاصی رو پیش میبردن، ما هیچ اطلاعی نداریم. و اینکه ایشون با وجود اینکه میدونسته دادگاه حمید نوری در جریان هست، با وجود اینکه زبان فارسی رو میدونسته، با وجود اینکه به فرهنگ ایرانی آشنا بوده، چرا در اون موقعیت به ایران رفته برای ما ناروشنه و به همین دلیل هم نمیشه قضاوت کرد که موضوع چیست. و خب میدونید که سابق بر این اگر یادتون باشه اسقف کلیسای کانتربری رو که ایشون در دهه 60 اگر یادتون باشه میانجی بود و بین دولت بین دولت جمهوری اسلامی و اونایی که گروگان‌های اروپایی و آمریکایی رو در اختیار داشتن و میدونید که ایشون رو بعدا کمی که ایشون خودش به عنوان اسقفی کلیسا که میانجی بودن خود ایشون رو دستگیر کردن گروگانگیرا و بعدها خود ایشون مورد معاوضه قرار گرفت. در هر صورت من نمیدونم ایشون هویتشون چیه، ولیکن این رو میتونم بگم که برای دولت سوئد بسیار بسیار مهمتر از دیگر شهروند است. این مسئله هست. منتها موضوع خدمتتون عرض کنم، دادگاه حمید نوری همچنان ادامه خواهد داشت تا ماه نوامبر. در ماه دسامبر این حکم صادر خواهد شد
احتمال داره که حمید نوری و وکلاش در واقع تقاضای دادگاه عالی رو بکنن. معلوم نیست دادگاه عالی بپذیره یا نپذیره پرونده رو، چون باید دادگاه هم بپذیره و پس از اون بایستی ببینیم که چه اتفاقی در دادگاه عالی میفته. بنابراین من فکر میکنم که تا در واقع تا سال آینده مسیحی، حمید نوری همچنان درگیر این پرونده در دادگاه سوئد هست و پرونده او همچنان در دادگاه سوئد مطرحه و هیچ قدرتی نمیتونه حمید نوری رو معاوضه کنه، هیچ قدرتی، تا زمانی که ایشون در دادگاه هست و پروندهش مورد رسیدگی قرار میگیره. بعد از اون در واقع میره در اختیار دولت قرار میگیره. حالا اونجا بایستی ببینیم که چه اتفاقی میفته. در تاریخ سوئد تا حالا چنین معاوضه‌ای صورت نگرفته برای و همیشه میتونه برای اولین بار اتفاق بیفته. من قبلا هم تو همین برنامه بارها راجبش صحبت کردم. منتها هیچ قدرتی نیست که بتونه این کار رو انجام بده، مگر اینکه تمهیداتی بیاندیشن مثل پرونده بلژیک، که اون حالا ما باید بریم در جنگمون حالا اون موقع بکنیم و و و و و با این مسئله مقابله کنیم. این یک مسئله است. و مسئله بعدی که گفتم تفاوت اساسی پرونده حمید نوری و پرونده اسدالله اسدی است. ببینید در پرونده اسدالله اسدی یه پرونده تروریستی مختص به خود ایشونه و با آزادی او پرونده بسته است، با آزادی او همه چی تموم شده. اما پرونده حمید نوری این گونه نیست. پرونده حمید نوری ارتباط پیدا کرده با کشتار 67 و فقط ایشون درگیر نبوده. در این پرونده اسامی بسیاری مطرح شده، از خامنه ای گرفته تا رئیسی که عضو هیئت کشتار 67 بوده و مستقیما در کشتار دست داشته، تا نیری، تا پور محمدی، تا همه کسایی که تا قاضی مقیسه و همه کسایی که اسمشون تو پرونده مطرحه. برابری همه اینا در مزار اتهامن و همه اینا میتونن در صورت که از کشور خارج بشن و در کشورهایی برن که اصل صلاحیت قضایی جهانی هست، میتونه اینا دستگیر و محاکمه بشن. اینه که پس این پرونده پرونده بازیه و ما تا اینجا موفق بودیم. اینو باید توجهش داشته باشید که ما پیروزیم و این پیروزی ساده به دست نیومده. موضوع کشتار 67 در سطح بین‌المللی مطرح شده. موضوع کشتار 67 به یک در واقع موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شده و باعث تغییراتی حتی در اصل صلاحیت جهانی در ارتباط با کشورها و گسترش حوزه این اصل ما شاهدش خواهیم بود در آینده. پس بنابراین ما حتی در حقوق بین الملل هم قدم های اساسی رو به جلو برداشتیم در ارتباط با موضوع دادخواهی. پس جای اینها رو بایستی ما بهش توجه کنیم و این موضوع خیلی خیلی مهمه. جایگاه دادگاه حمید نوری نباید اسیر تبلیغات رژیم، تبلیغات دشمنان این دادگاه بشیم. ما همونجور که گفتم غیر ممکن ممکن کردیم و تا همینجا ما پیروزیم. دستاوردهای این دادگاه بسیار بسیار زیاد، نه فقط در ارتباط با ایران، بلکه در حقوق بین الملل، بلکه در موضوع دادخواهی، بلکه در ارتباط با کشورهای دیگه. کشورهای بزرگ در همین اروپا مجبورن در قوانینشون حتی تجدید نظر کنن و این فشار بهشون خواهد اومد در سالهای آینده و اینا رو نباید ما دست کم بگیریم. شما فکرشو بکنید، امروز موضوع کشتار 67 یه موضوع بین المللیه. رئیسی هر چه بره این پشتش هست و عملا ما یک موضوعی رو که خط قرمز رژیم بود در سطح بین المللی مطرح کردیم و اینو نمیتونن از بین ببرن. این دستاورد چیزی نیست که بتونن بپوشوننش، این چیزی نیست که بتونن این رو به نوعی جمع جورش کنن. هیچ قدرتی در دنیا نیست که بتونه اینو جمع جور کنه. پس
من به همه عزیزان، به همه دادخواهان عرض میکنم، ما تا اینجا پیروزیم، ما موفقیت بزرگی رو به دست آوردیم. توجهی به اینها نکنید، توجهی به این تبلیغات نکنید، و این سنگ بنای دادگاه های آینده است، این سنگ بنای دادخواهی در ارتباط با همه جنایات رژیمه. این رو پاس بدارید و توجهی به این همه تبلیغات شریرانه ای که میشه نکنید. خب حق دارن نگران باشن، یعنی همونطور که شما گفتی کار بزرگی صورت گرفته، یه غیر ممکن رو ممکن کردین و این خب یه دستاورد بزرگ. هم جمهوری اسلامی ناراضی از این، هم بدخواهان شخص ایرج مصداقی هم زیاد همچی از این داستان خوشحال نیستن. بنابراین حق بدید که این نگرانی ها وجود داشته باشه و نه، من همه تلاشم اینه توضیح بدم که جای نگرانی نیست. برای اینکه ما پیروزیم، همه صحبت من اینه که بگم آقا جای نگرانی نیست. این تبلیغاتی که اینا میکنن، حتی اگر اینها موفق به انجام چنین کاری بشن در آینده، حتی اگر چنین اتفاقی بیفته، ما دستاوردهامون رو داشتیم، ما موفقیم. من همه تلاشم اینه که بگم دوستان به این مسائل توجهی نکنید، جای نگرانی نیست. ببینید، بنده از ابتدا توضیح دادم که تمام ترس من از این بود که مبادا دولت سوئد قبل از تشکیل پرونده، مبادا دولت سوئد، مبادا دستگاه امنیتی سوئد متوجه این داستان بشن و اساسا طرح ما بره زیر سوال. ما در زمانی که این پرونده رو تشکیل دادیم، ما پیروز شدیم. وقتی حکم ابد گرفتیم، این پیروزی رو تثبیت کردیم. وقتی همه این نامه مطرح شده، ما در واقع به ماکزیمومی که میخواستیم رسیدیم، ما به حد اکثر اون چیزی که در تصور میگنجید رسیدیم. بنابراین ما موفق شدیم. نبایستی توجه به این مسائل کرد و نباید نگران بود.